به بخش خبری ایران فردا خوش آمدید یک پژوهش آماری پیرامون مداخله قدرت‌های خارجی در کشورهای عربی نشان می‌دهد احساسات بر ضد حکومت ایران در میان کاربران عرب زبان توییتر در منطقه خاورمیانه حتی بیش از خصومت با آمریکاست. است به اعتبار پژوهشی که به دست محققان از دانشگاه‌های هاروارد و پرینستون صورت گرفته 27 میلیون توییت عربی زبان علیه نظام ایران فعال هستند. روبرت کوهان استاد روابط بین المللی دانشگاه پرینستون گفته است که ما دریافتیم که با مداخله حکومت ایران در سوریه یا دیگر جاها خصومت ها نسبت به جمهوری اسلامی از سوی کاربران عرب زبان توییتر افزایش یافته است. او میگوید که این اتفاق نشانگر احساس کاربران عرب زبان توییتر علیه دخالت بیگانگان ام از آمریکا و جمهوری اسلامی و هر کشور دیگری است که در امور مربوط به کشورهای عربی میانه صورت میگیرد. 18 تن از برندگان جایزه نوبل در نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی امید کوکبی فیزیکدان 32 ساله ایرانی شدند. امید کوکبی بیش از سه سال و نیم است که در زندان به سر میبرد او با اتهام عدم همکاری در پروژه های نظامی جمهوری اسلامی به ده سال حبس در ایران محکوم شده است در این نامه های وارده به امید کوکبی بیپای و اساس خوانده شده و دانشمندان خواستار شفقت نسبت به این جوان عالم و آزادی بیغید و شرط او شدند. این نامه سرگشاده تلاش مشترکی از سوی عفو بین الملل و دو سازمان علمی و حقوق بشری دیگر به نامهای کمیته دانشمندان نگران در نیویورک و انجمن فیزیکدانان آمریکا در ایالت مریلند برای آزادی امید کوکبی 32 ساله است. شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران نیز طی نامه ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر توسط رژیم مذهبی در ایران و اعدام محسن امیر اصلانی خواستار اعمال فشار بر دولت جمهوری اسلامی شد تا به تعهدات خود نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند باشد. گروهی از دراویش گنابادی با تجمع در مقابل وزارت دادگستری نسبت به اعمال فشار و خشونت بر علیه جامعه دراویش دست به اعتراض زدند. در طی هفته های اخیر این سومین بار است که دراویش گنابادی در قالب کمپین کوچ دراویش از ایران به زندان اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل نهادهای قضایی و دولتی مستقر در تهران نمودند. بنابر گزارش ها حدود هزار نفر از دراویش گنابادی روز یکشنبه ششم مهر 93 مقابل دادگستری تهران در حوالی میدان ولی اصر تجمع کردند. وبسایت مجذوبان نور گزارش داد ساعت پس از تجمع درویش مقابل درب اصلی ساختمان دادگستری فرستادی وزیر دادگستری در میان تجمع کنندگان حاضر شد و خانواده های درویش زندانی را به داخل ساختمان دعوت و نشستی با آنها ترتیب میدهد. نماینده وزارت دادگستری از خانواده دراویش زندانی میخواهد تجمع مقابل ساختمان دادگستری را پایان دهند. او همچنین از تجمع کنندگان خواست به مسئولان این وزارتخانه فرصتی یک هفتهی بدهند تا مطالبات دراویش در جلسه با قوه قضایی و رئیس مجلس بررسی شود. بنابراین گزارش نماینده وزیر دادگستری تعهد کرده که ظرف یک هفته آینده نتیجه مذاکرات را منتقل کند. آنطور که در این گزارش آمده خانواده های درویش زندانی در دیدار با نماینده وزیر دادگستری نیز با ارائه گزارشی مستند و مکتوب از ده سال ستم به درویش گنوبادی و همچنین نحوه بازداشت و صدور حکم برای دراویش زندانی و نوع برخورد با آنها در دوران حبسشان دادند. تجمع کنندگان مقابل دادگستری همچنین تاکید کردند در صورتی که در این یک هفته پاسخی منطقی به خواستهای آنها داده نشود با چند برابر جمعیت فعلی مقابل این وزارتخانه تجمع خواهند کرد این تجمع آرام پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزارت دادگستری پایان یافت این سومین تجمع دراویش گنوبادی در قالب کمپین کوچ دراویش از ایران به زندان اوین مقابل نهادهای دولتی و قضایی در تهران طی ته روزهای اخیر است کمپین کوچ به زندان اوین در پی اعتصاب غذای نه وکیل و فعال حقوق دراویش گنوبادی در زندانهای تهران و شیراز با شرکت جمعی دو هزار نفره از دراویش و خانواده های آنان شکل گرفت در روزهای اخیر دراویش گنوبادی در قالب کمپین کوچ دراویش گنوبدی از ایران به زندان اوین اعلام کردند در اعتراض به سنگینی نگاه امنیتی به پیروان طریقت و عرفان با وکلای زندانی خود هم صدا شده و از طریق تجمع با چشمها و های بسته در مقابل دادستانی خواهان بازداشت و زندانی شدن تمامی دراویش عضو این کمپین توسط عوامل قضایی هستند بنابر گزارش ها تنها در روز 29 شهریور بیش از 800 نفر از دراویش گنوبادی پس از تجمع 2000 نفری مقابل دادستانی تهران بازدار شدند. همچنین روز سیام شهری شهریور در دومین دو روز از تجمع دراویش گنوبادی مقابل دادستانی نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان حمله کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجذوبان نور، نیروهای انتظامی و لباس شخصی دراویش را چند ساعت محاصره و سپس با باتوم و گاز اشکاور به آنان حمله کردم. در همین زمینه کانون مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده از بانکی مون دویر کل سازمان ملل متحد خواست که مقام های ایرانی را به مدارا در برابر دراویش مجاب کند. این در حالی است که حدود یک ماه از اعتصاب قضای نه فعال حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندانهای اوین تهران و شیراز می در دراویش زندانی از تاریخ نهم شهریور در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند و در روز هفدهم شهریور نیز با انتشار وسیعتنامه خود اعلام کردند این بار برای مرگ آماده ایم. سازمان گزارشگران بدون مرز روز 21 شهریور در اطلاعیه نگرانی خود از وضعیت جسمانی این دراویش را ابراز کرد و خواستار انتقال آنان به بیمارستان شد. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور نظام اسلامی تصریح کرد که مسئول حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد شورای عالی امنیت ملی بوده و هست و خواهد بود یادآوری شود که تنها مقام مافوق شورای عالی امنیت ملی و تنها مسئول غیر از رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا رهبری جمهوری اسلامی است که میتواند بر تصمیمات این شورا اعمال نفوذ نموده و برای شورا تعیین تکلیف کند پیش از این رهبری جمهوری اسلامی با اعلام موضع سریح خود در پاسخ به علی مطهری تصریحا مسئولیت حصر و ادامه آن را پذیرفته است حسین الله کرم با حمله به حسن روحانی و علی جنتی خواستار برکناری محمود جواد ظریف شده است او گفته است که مجلس در صورت تکرار اشتباهات روحانی باید به طرح عدم کفایت وی رأی بدهد الله کرم که از منتقدان دولت یازدهم محسوب می شود در تازه ترین سخنرانی خود اعلام کرده حزب الله سه دلواپسی فرهنگی هستهای و مقاومت دارد حسین الله کلم در توضیح این دلواپسی یا ابتدا از حسن روحانی به خاطر دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و همچنین مواضع دولتش در قبال کشورهای عراق، سوریه و مصر انتقاد کرده است. الله کرم در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده که وزیر ارشاد دولت روحانی راه, م... راه مهاجرانی و محمد خاتمی را میرود. او گفت مقام های دولت یازدهم منبر را استبداد یکسویه می دانند و خواستار رفع فیلتر شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک هستند دبیر شورای هماهنگی حزب در سخنان خود از نمایندگان مجلس خواسته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را استیزاه کنند حسن روحانی رئیس جمهور نظام اسلامی برای شرکت در چهارمین اجلاس رهبران کشورهای حاشیه دریای مازندران به آستراخان رفته است. او قرار است که در این اجلاس درباره رژیم حقوقی دریای مازندران منابع خاویار و اکوسیستم این دریاچه با سایر مقامات شرکت کننده در اجلاس به گفتگو بنشیند. اجلاس سران کشورهای حاشیه در... دریای مازندران هر چهار سال یک بار در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. سه اجلاس پیشین نیز به ترتیب در اردیبهشت 1381 در اشقاباد ترکمنستان در مهر ماه 1386 در تهران و در آبان 89 در باکوی آذربایجان برگزار شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رهبران چهار کشور حاشیه دریای مازندران از جمله جمهوری اسلامی را به روسیه دعوت کرده تا در چهارمین نشست رهبران کشورهای حاشیه خزر شرکت کنند این اجلاس در شهر بندری آسرخان واقع در شمال مازندران و در دلتای رودخانه ولگا برگزار می شود. حسن روحانی در بد و ورود به روسیه گفت در این اجلاس مباحث متنوعی با سران کشورهای ساحلی دریای مازندران خواهیم داشت و انشالله به نتایج قابل قبولی خواهیم رسید. سخنرانی در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای مازندران و امضای اسناد دیدار با رئیس جمهوری روسیه شرکت در مراسم نمادین رهاسازی نوزاد ماهیان خاویاری در ساحل رود ولگا و مصاحبه با شبکی تلویزیونی راشا تودی از جمله برنامه حسن روحانی در این سفر دو روزه است. در چهارمین اجلاس رهبران کشورهای حاشیه دریای مازندران که برای نخستین بار در روسیه برگزار می شود، مسائل مختلفی مانند رژیم حقوقی همچنان حل ناشده دریاچه بازار نفت و گاز، منابع خاویار و اکوسیستم مازندران میان شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر ایران، رؤسای جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در این اجلاس شرکت می خبرگزاری آلمان در گزارش درباره چهارمین اجلاس رهبران کشورهای حاشیه دریای مازندران نوشته است این کشورها سال هاست که در مورد تقسیم این بزرگترین دریاچه جهان که از منابع نفت و گاز و خاویار گرانبها غنی است با یکدیگر در مناقشند دریای مازندران تا چندی پیش 80 درصد خاویار جهان را تامین میکرد اما چندین سال است که ماهیان خاویاری مازندران در معرض خطر نابودی قرار گرفتند قاچاق و سید بیرویه، آلودگی آب دریا و ورود انواع فازلاب و آلاینده به این بزرگترین دریاچه بسته جهان مهمترین عواملی هستند که زیست طبیعی ماهیان خاویاری مازندران را تهدید می کند. انقراز گونه های ماهیان خاویاری در دریای مازندران روندی نگران کننده پیدا کرده. به طوری که در 20 سال گذشته تولید خاویار در این دریا 20 برابر کاهش یافته است. منابع روسی میگویند جمعیت ماهیان خاویاری مازندران از 200 میلیون قطعه در سال 1960 به 12 میلیون قطعه در حال حاضر رسیده است. ممنوعیت سید تجاری ماهی خاویاری در مازندران که از چهار سال پیش اعمال می شود نتایج چندانی به بار نیاورده است. به همین دلیل یکی از برنامه های رهبران کشورهای حاشیه مازندران رهاسازی نوزاد ماهیان خاویاری در دریای مازندران است اما رهاسازی نوزاد ماهیان خاویاری یک برنامه جنبی در نشست سران کشورهای دریای مازندران است مهمترین موضوع همانند اجلاس‌های پیشین رژیم حقوقی این دریا و موضوع تقسیم کف آن است روزنامه روسیه نیز اوسینیا گازنا نوشته است هدف اصلی پوتین در اجلاس آستراخان آن است که به هیچ وجه اجازه ندهد کف دریای مازندران با منابع موجود آن میان کشورهای ساحلی تقسیم شود به نوشته این روزنامه پوتین حاضر نیست دریای مازندران را به رقبای روسیه واگذار کند کارشناسان میگویند یکی از مهمترین اهداف پوتین در ارتباط با دریای مازندران جلوگیری از احداث خط لوله ترانس مازندران است که می تواند منابع نفت و گاز آسیای میانه را به جمهوری آذربایجان و از آنجا به اروپا برساند. روزها تا کنون بارها به آذربایجان و ترکمنستان درباره احداث این خط لوله هشدار دادند. سودر so, فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی وضعیت جاری در یمن را تهدیدی علیه امنیت جهانی خواند. رهبران شورشیان حوسی اخیرا با میانجیگری سازمان ملل با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری توافقنامه ای را به جهت تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند اما همزمان با امضای این توافقنامه بسیاری از مراکز نظامی و دولتی صنعا پایتخت یمن را به اشغال خود درآوردند بر اساس توافقنامه های امضا شده حوسی ها که شیعه هستند و سالهاست با دولت مرکزی در جنگ بودند باید پایتخت را ترک کنند و به شمال یمن بازگردند که تاکنون از انجام آن خودداری کردند گزارش یک سرویس نظارت بر پایگاه های اینترنتی حاکی که با گذشت چند روز از گزارش های زد و نقیز در مورد سرنوشت رهبر گروه خراسان که پس از حمله آمریکا به پایگاه این گروه در سوریه صورت گرفته یک حساب کاربری توییتر متعلق به عضو گروه القاعده کشته شدن رهبر این گروه را تایید کرده است طبق گزارش رویترز این پیام در 27 سپتامبر در توییتر یک عضو القاعده در توییتر یک عضو القاعده منتشر شده و در آن از کشته شدن محسن فضلی کویتی که از وی با نامهای ابو سامل کویتی و ابو سامل جراوی یاد می شود سخن به میان آمده مقام های آمریکایی از گروه خراسان به عنوان یک شبکه مرتبط با القاعده یاد می کنند که اعضای آن تجربه حضور در پاکستان و افغان افغانستان را داشته و اینک با نیروهای جبهه النصر در سوریه همکاری می کنند. باراک اوباما در آخرین سخنرانی خود گفته است که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا میزان تهدید جریان تروریستی داعش در عراق و سوریه را درست ارزیابی نکرده بودند. این در حالی است که ارتش آمریکا و کشورهای عربی به حملات خود علیه افراطیون اسلامگرا در سوریه ادامه میدهند و بریتانیا نیز برای نخستین بار به وسیله نیروی هوایی خود در آن سوی مرزها در مأموریت هوایی در آسمان عراق شرکت کرده است از آن سو جپه نصرت که گروه مرتبط با القاعده است کشورهای اعتلاف را به انتقامگیری تهدید کرده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی بی آمریکا گفت این کشور خطر جریان تروریستی داعش را در عراق و سوریه درست ارزیابی نکرده بود رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت سازمانهای اطلاعاتی آمریکا همچنین در ارزیابی وضعیت ارتش عراق در مقابل با جریان تروریستی داعش نیز اشتباه کرد اوباما گفت گرایان از درگیری های سوریه در پی جنگ داخلی در این کشور نهایت استفاده را کردند و خلافت اسلامی به راه و توانستند نیروهای تازه ای جذب کنند رئیس جمهوری آمریکا با تایید سخنان مدیر سازمان ملی اطلاعاتی این کشور گفت شدت خطر تروریست داعش در سوریه دست کم گرفته شد مدیر سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا پیش از این در مصاحبه با خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته بود دولت آمریکا حدس نمیزد داعش چنین موفقیتی به دست آورد او همچنین گفته بود که دولت آمریکا حدس نمیزده که ارتش عراق به این سادگی در مقابل تروریست های دولت اسلامی شکست بخورد و فرار را برقرار ترجیح دهد یک هفته است که حملات وسیع داعش به مناطق کردنشین سوریه ابزای یافته است آنها تاکنون موفق شدند شست روستا را اشغال و زیر کنترل خود درآورند. مهاجمان دولت اسلامی چند روز است که حملات خود به این منطقه کردنشین در شمال سوریه را افزایش دادند. ناظران درگیری ها در مرز ترکیه نیز از برخوردی شدید میان ساکنان شهر کوبانی با مهاجمان داعش اطلاع می دهند. یک خبرنگار زن عرب به نقل از ساکنان این شهر نوشته است برای نخستین بار است که داعش چنین حمله وسیعی را به این شهر سازمان داده است در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داده است که 1800 پیشمرگه کرد برای عقب راندن جریان تروریستی داعش بسیج شدن در رویداد دیگر هم وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی اردن و امارات متحده عربی در حملات هوایی در سوریه شرکت دارند در این بیانیه آمده است آمریکا و نیروهای نظامی کشورهای همپیمانش به حملات خود علیه تروریست داعش در سوریه با استفاده از جنگنده و پهباد ادامه داده است اما تنها این شبه نظامیان حکومت اسلامی نیستند که هدف حملات هوایی قرار گرفتن و در سوریه گروه های پیکارجوی دیگری مانند شاخه های القاعده نیز هدف قرار گرفتند سخنگوی جبهه النصر گروه پیکارجوی وابسته به القاعده در سوریه در پیام صوتی گفته است ما در جنگی طولانی قرار داریم این جنگ طی چند ماه و چند سال به پایان نمی رسد بلکه می توان دهها ادامه پیدا کرد و این جنگ علیه جبهه النصر نیست بلکه جنگ علیه اسلام است در ادامه این پیام صوتی که در شبکه های اجتماعی نزدیک به این گروه منتشر و در خبرگزاری ها باستاب یافته است سخنگوی جبهت النصره کشورهایی که با آنها حمله کردند را تهدید می کند که از الان در فرست هدفهای نیروهای جهادی در سراسر جهان قرار گرفتند در رویداد دیگر نیز نیروهای نظامی بریتانیا که به اطلاف آمریکا پیوستند نخستین مأموریت هوایی علیه داعش را در خاک عراق پس از رأی پارلمان این کشور انجام دادند آنها از پایگاهی در قبرس به سوی عراق پرواز کرده و هفت ساعت بعد از آن به پایگاه خود بازگشتند. یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اندکی پس از آغاز این مأموریت آن را تایید کرد. نمایندگان پارلمان بریتانیا به اقدام در عراق ولی نه در سوریه رأی مثبت دادند. هاپیماهای تورنادوی بریتانیا که به موشکهای قابل کنترل با لیزر مجهز بودند بدون انجام حمله از مأموریت خود بازگشتند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است هنوز هدفی که لازم باشد فوراً به با آن حمله شود شناسایی نشده. به گفته این وزارتخانه اطلاعات جمع شده از سوی دو تورنادوی آن کشور فوق العاده گرانبها هستند. گفته نیست سازمان ملل متحد تخمین میزند که در پی حملات داعش به شهر کوبانی حدود 400 هزار نفر آواره شده و با عبور از مرز سوریه خود را به ترکیه رساندند برای بسیاری از مردم شهرها فرصتی برای بردن مهمترین وسایل نیز وجود ندارد مراسم تحلیف اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه 29 سپتامبر تحت تدابیر شدید امنیتی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان و در حضور شمار زیادی از مهمانان خارجی و سران کشورهای منطقه و جهان برگزار شد. اشرف غنی احمد زی در مراسم تحلیف خود وعده داد که با فساد مالی در دستگاه های دولتی مبارزه خواهد کرد. وی همچنین در این مراسم طالبان را به گفتگو و مشارکت در فرایند صلح فراخواند. رئیس جمهور جدید افغانستان هدایت کشور را به همراه رقیب انتخاباتی خود عبدالله عبدالله پیش خواهد برد که در حال حاضر ریاست اجرایی دولت جدید افغانستان را بر عهده گرفته است. این دو سیاست مدار پس از ماه اختلاف سرانجام بر سر تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان در سیوم شهریور به توافق رسیدند. در آستانه برگزاری مراسم تحریف اشرف قنی احمد زی سوغستی انتحاری در کابل روی داده که بر اساس آن چهار, کشته و چهار نفر کشته و هشتن زخمی شدند. شهپنه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین 30 تن از اسرهای نظامی اوکراینی را با 60 تن از اسرهای خود مبادله کردند. به گزارش کانال تلویزیونی روسیه 24 مبادله اوسرا با نظارت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام گرفته است این مبادله پنجمین مورد از مبادله اسیران میان شبه نظامیان و نیروهای دولتی اوکراین است که تاکنون به آزادی حدود 300 تن از دو طرف انجام میده ترکیه میگوید پارلمان این کشور طرحی را در این هفته مورد بررسی قرار خواهد داد که در صورت تصویب آن به ارتش این کشور اجازه میدهد که در عملیات نظامی در خاک عراق و سوریه شرکت کند خبرنگار ما مهستان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد پس از آزادی 49 گروگان ترک حالا آقای در موضعی کاملا متفاوت با قبل از نقش راهی میگه که بر اساس اون ترکیه آماده میشه تا با همکاری با اطلاف جهانی بر علیه داعش وارد پیکار مستقیم بشه تن بار آقای گفته در مبارزه با داعش سه عنصر اساسی وجود داره نخست باید منطقه پرواز ممنوع ایجاد بشه دوم یک منطقه حائل میان ترکیه و سوریه ایجاد بشه که به گفته آقای اردوان بر اساس فرمول آموزش بده و تجهیز کن اداره بشه و سومان که درباره این که این روند چگونه رهبری میشه و با چه کسانی قرار هست همکاری بشه باید مذاکراتی صورت بگیره هزان سو اما احزاب مخالف ویژه حزب جمهوری خلق که تا پیش از آزادی گروگانها نسبت به عملکرد دولت در قبال داعش معترض بود و دولت رو به نرمش در قبال داعش متهم میکرد اکنون میگه با حمله و حضور نظامی ترکیه در خارج از مرزها موافق نیست آقای کمال قلیشدار رهبر این حزب معتقد این موضوع ترکیه رو وارد منازعات نظامی منطقه میکنه و ترکیه نباید در باطلاق درگیری‌های خاورمیانه گرفتار بشه در واکنشی متفاوت تر اما صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی جبهه دموکراتیک خلقها نماینده کنونی پارلمان ترکیه و یکی از سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر در نگرشی متفاوت به موضوع از دولت ترکیه میخواد که هرچه سریع تر نسبت به اعزام نیرو و سلاح به منطقه کوبانی و حمایت از کردهای سوریه اقدام بکنه آقای دمیرتاش میگه ترکیه باید این واقعیت رو بپذیره که اگر کوبانی سقوط بکنه داعش به پشت شهرهای مرزی ترکیه خواهد رسید و یا باز هم آنسوتر جمیل با یک از رؤسای مشترک شورای رهبری پکاکا در مقاله که روزهای اخیرشون منتشر کرده نوشته با ایجاد منطقه هایل توسط ترکیه مخالف هستم آقای بایک میگه که ترکیه با این روش میخواد حرکت های کوری در منطقه رو تحت شعاع اقدامات خودش قرار بده او در مقابل در این مقاله پیشنهاد میکنه که یک منطقه حائل مردمی از سوی کورتا ایجاد بشه و جلوی تحرکات داعش گرفته بشه و نهایتا امریکا در واکنش به این موضوع یعنی ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای ترکیه و سوریه هنوز برنامه روشن و مشخصی رو ارائه نکرده و تصمیمی جدی در این باره نگرفته در این رابطه البته خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش امریکا می نویسه که هرچند این موضوع هنوز در دستور کار ایالات متحده امریکا قرار نگرفته اما این کشور ممکنه با ایجاد یک نوار حائل در منطقه محدودی موافقت بکنه البته در تماس تلفنی که در یکی دو روز اخیر آقای اردوغان با آقای اوباما داشتن دو طرف بر کلیات روش و شکل مقابله با داعش هم به توافقات مهمی رسیدن با این همه آقای اردوغان در آخرین واکنش در قبال تحولات منطقه گفته موضع ما در قبال داعش پس از آزادی گروگان های تغییر کرده اکنون موقعیت متفاوت است و بعد از این نیز متفاوت تر خواهد بود آقای اردوغان گفته فعلا منتظر تصویب این تر در پارلمان ترکیه هستم و پس از آن گام های لازم برداشته خواهد شد بر روی همونطور که آرا و نظرات مختلف در محافل سیاسی ترکیه رو بررسی گریم میبینیم فعلا فضای سیاسی در ترکیه محل بایدها و نبایدها بر سر این موضوع هستش با این همه این هفته تعطیلات تابستانی پارلمان ترکیه به پایان میرسه و روز چهارشنبه یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت رای گیری برای اجازه اقدام نظامی ارتش در خارج از مرزهای این کشور خواهد بود معاون پارلمانی رئیس جمهوری نظام اسلامی گفته است که هزینه های جاری تا سه یا چهار سال آینده کل بودجه کشور را می مجید انصاری در گفتگو با خبرگزاری فارس افسوده است که تقریبا 80 درصد بودجه سال 91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند بودجه جاری دولت تا سه چهار سال آینده 100 درصد منابع بودجه را به خود تخصیص میدهد. آقای انصاری نظام برنامه ریزی بودجه ایران را به طور سنتی معیوب دانسته و افسوده است که این امر موجب شده هرچه جلو رفته ایم سهم هزینه های جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است شرکت همراه اول ایرانسل و رایتل سه شرکت انحصاری ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی هستند که برای نخستین بار هویت مالکان حقیقی و حقوقی آنها در گزارشی منتشر شده است بر اساس این گزارش شرکت همراه اول مجموعی وابسته به دولت و شرکت های اشخاص در حاکمیت معرفی شده که اعضای هیئت مدیره آن را هفت شرکت, مخ... شرکت مخابراتی و ال... الکترونیکی تشکیل دادند. این گزارش همچنین شرکت ایرانسل را شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت های وابسته به نهادهای نظامی معرفی کرده است. رایتر سومین مجموعه بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است که در این گزارش وابسته به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده است. گزارش مزگور چنین نتیجه میگیرد که تلاش برای فیلتر شبکه اجتماعی تلفن همراه ناشی از رقابت این سه شرکت برای کسب بازار 18 هزار میلیارد تومان خدمات مربوط به این شبکه است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برخی نوارهای صوتی جنگ ناپدید شده است هاشمی رفسنجانی در این گفتگو از قصد خود برای پایان دادن جنگ سخن گفته و افسوده از آنجا که مؤسس سپاه پاسداران بوده از فرماندهان این نیرو خواسته بود با تصمیم وی همکاری کنند وی به طور سریح افسوده رهبر وقت جمهوری اسلامی موافق پذیرش این قطنامه و پایان جنگ نبوده هاشمی رفسنجانی از احتمال بمباران شیمیایی شهرهای ایران از سوی صدام حسین به عنوان یکی از مهمترین عوامل پذیرش قط‌نامه نام برده است این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اختلاف سپاه و ارتش در جنگ نیز گفته با هدف حل و فصل این اختلافها فرماندهی جنگ را پذیرفته بود در حالی که حکومت اسلامی همچنان بر تبل افزایش جمعیت میکوبد مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه خشکسالی و تغییر اقلیم فقط ده درصد در بحران کم آبی ایران نقش دارد گفته است 90 درصد آن به علت مصرف زیاد افزایش جمعیت و فعالیت گسترده صنعت است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلام رضا منوچهری افزوده است که مصرف آب در ایران دو برابر مصرف در جهان و از خط قرمز عبور کرده است. مشاور وزیر نیرو راه برون رفت از بحران کم آبی را مدیریت مصرف دانسته است. اشاره آقای منوچهری به نقش افزایش جمعیت در بحران کم آبی ایران در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت کشور تا حداقل دو برابر میزان کنونی تاکید کرده و دولت و مجلس نیز اعلام کردند که سیاست های ابلاغ شده در این رابطه را اجرا می کنند. منوچهری گفته در گذشته که جمعیت کشور حدود چهار تا 6 میلیون نفر بود سرانه مصرف آب نیز حدود 5 تا 10 لیتر در شبانه روز بود. اما اکنون و در حالی که منابع آبی ثابت مانده سرانه مصرف به بیش از دویست لیتر در شبانه روز رسیده و توازن میان عرضه و تقاضای آب را بر هم زده است ایران در منطقه خشک و کمبارش قرار دارد و همواره با مشکل آب مواجه بوده است اما این مشکل در سال جاری بیشتر هم شده تا جایی که معاون اول رئیس جمهور در روزهای پایانی شهریور اعلام کرد که ذخیره برخی سطح های اصلی تهران تنها برای مصرف چند روز پایتخت کافی است. کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یک شنبه 26 مرداد کلیات طرح تأمین و انتقال آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی شرق و جنوب شرق ایران را تصویب کرد. به موجب این طرح دولت می تواند آب شرب را از کشورهای دیگر خریداری کرده و به ایران منتقل کند. تاجیکستان کشور پر آب آسیای میانه گزینه اصلی واردات آب به ایران است. خبرگزاری ایسنا در همین رابطه نوشت که منابع آب زیرزمینی ایران طی پنجاه سال اخیر در معرض تخریب های متعدد قرار گرفته که حفر ده ها هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز و برداشت بیرویه مهمترین و شناخته شده ترین عامل آن است. به نوشته این خبرگزاری رواج یک فناوری منسوخ قرن نوزدهمی در تأسیسات گرمایش و سرمایش ساختمانها و دیگهای بخار صنایع باعث شور کردن عمدی آب و بحران در این زمینه در ایران شده است. در همین حال دکتر داوود صفایی کارشناس ایرانی از یک عامل دیگر بحران آب در ایران سخن گفته که از نظر مسئولان آب و محیط زیست کشور پنهان مانده است. به نظر داوود صفایی که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده این وچه پنهان بحران آب پدیده شور کردن عمدی منابع آب است که متاسفانه مهمترین و در دسترسترین منابع آبهای شیرین شهرهای بزرگ را در معرض تهدید و تخریب قرار داده است. با این کار سالانه میلیون ها کیلوگرم نمک از معادن کویر با کامیون به ساختمان ها و شهرهای بزرگ ایران حمل می شود و پس از شور کردن آب های شیرین و استفاده در تاسیسات به چاه و منابع آبی شهری سرازیر می شود. داوود صفایی می گوید این فراینده عظیم مخرب آب تازه تنها بخشی از این سناریوی تلخ است و قسمت دوم آن تزریق میلیون ها لیتر اسید برای حل رسوب باقی مانده در تأسیسات و صنایع است که با روش تزریق نمک به طور کامل از بین نرفته است. گفتنیست خوش سالی طولانی حفر ده ها هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز و برداشت بیرویه و بیش از ظرفیت تجدید پذیری زخایر آبی کشور از عوامل شناخته شده بحران آب در ایران است. با پایان گرفتن این گزارش مجموع خبرهای امروز رو به پایان میبریم تا فردا خدا نگهدار.